به نام خداوند جان حکیم سخن در زبان آفرین سلام و درود فراوان خدمت یکایک که شما عزیزان امیدوارم که حال دلتان خوب خوب باشه به مکتب عادی خوش آمدید با مضمون فیزیک سنف هفتم در خدمت شما عزیزان هستیم قبل از شروع درس شماره واتساب ما را یادداشت کنید شماره ما عزیزان هست در 2964 و, چهار و, پینجا و پنج سزده. شما میتونید از طریق این شماره با ما در ارتباط باشید سوالات خودتان از طریق این شماره به ما روان کنید یا اگر کار خانگی به شما میسپاریم جواب این کار خانگی را به شماره برای ما روان کنید خب شاگردای عزیز در جلسه 13 قرار داریم فصل ششم با موضوع انعکاس نور قصد داریم که شروع کنیم موضوعاتی که در این جلسه بررسی میکنیم اول انعکاس نور تعریف میکنیم بعد در ادامه قوانین انعکاس نور که قوانین بسیار مهمی در فیزیک هست را موارد بررسی قرار دهیم اما قبل از شروع درس مروری داشته باشیم بر درس جلسه قبل در درس جلسه قبل ما در رابطه با خواص نور با شما عزیزان صحبت هایی را داشتیم اگر به خاطر داشته باشید ما در جلسه قبل گفتیم که اگر جسمی بخواد که دیده شود توسط ما باید از سطح جسم نور به چشمای ما انعکاس پیدا کنه گفتیم در واقع قدیما فکر میکردن که از چشم انسان نور پرتوهای نور بیرون میه به سطح اجسام برخورد میکنه و ما اجسام میبینیم اما خب این نظریه خیلی قدیمی بود رد شد و امروزه ما میدانیم که برای دیده شدن اجسام باید حتما از سطح اجسام نور به چشم ما انکاس پیدا کنم باز آمدیم اجسام دستبندی کردیم دیگه چند تا دستبندی داشتیم اول از نقطه نظر نور بود گفتیم اجسام یا نورانی یا غیر نورانی دیگه سه است اجسام نورانی چی بود؟ اجسام نورانی اجسامی بودن که از خودشون نور داشتن مثل چی مثل آفتاب مثل ستاره ها مثل یک شمی روشن مثل گروپی که روشن میکنن اینا از خودشون نور دارن دیگه میگیم اینا اجسام نورانی ان اما اجسامی هستن که غیر نورانی ان سعی سعی اجسام نور ندارن از خودشان و فقط نوری که به اینها وارد میشه این نور باستاب میدن انکاس میدن دیگه سعی, سعی, سعی میشه اجسام غیر نورانی مثل یک مز دیگه خب باز آمدیم گفتیم سام از نقطه نظر عبور نور به سه دسته تقسیم میشه شما بگین این سه دسته چیا بودن؟ آفرین خوب درس یاد گرفتین اجسام شفاف بودن که نور از خودشان عبور میدادن اجسام کدر بودن که اصلا نور از خودشان عبور نمیدادن و در ادامه اجسام نیم شفاف بودن سعیست مثل بوتل پلاستیکی نیم شفاف دیگه بخشی از نور عبور میدن و بخشی از نور به خودشان جذب میکنن سعی شد خب حالا در رابطه با اجسام کدر چی گفتیم؟ گفتیم اگر یک جسم کدر در مقابل یک منبع نور قرار بگیره خب این پرتوهای نور وقتی به جسم که برخورد میکنه عبور نمیکنه دیگه پس در پشت جسم که اگه ما یک پرده داشته باشیم سایه جسم ایجاد میشه دیگه صحیح شد پس تعریف سایه میشه که یک ساحه که دو ساحه نور دیگه نمیرسه باز با توجه به تعریف سایه آمدیم دو تا پدیده طبیعی بسیار مهم که همگی ما شاهده بودیم و تعریف کردیم چی بود؟ یکی مهداب گرفتگی بود یکی مافتاب گرفتگی محتاب گرفتگی چی بود؟ گفتیم که اگر چی بود گفتیم؟ آفرین سه تا منظومه رو گفتیم. در نظر بگیرین اگر آفتاب زمین و مهداب در یک راستا در یک خط قرار بگیرن صحیح شد و زمین بین آفتاب و ماه باشه دیگه پس سایه زمین روی محتاب میفته و در نتیجه یک پدیده طبیعی به نام محتاب گرفتگی یا خصوف اتفاق میفته و در ادامه پدیده آفتاب گرفتگی را هم گفتیم دیگر. گفتیم آفتاب گرفتگی یا کسوف چه زمان اتفاق میفته زمانی که باز هم آفتاب زمین و ماه در یک خط قرار بگیرن اما این دفعه ماه بین آفتاب و زمین باشه در نتیجه سایه ماه روی زمین میفته میگم که پدیده آفتاب گرفتگی یا کسوف اتفاق میفته این مسائلی بود که در جلسه قبل بررسی کردیم اما وارد درس امروز میشیم با ما همراه باشید خب شاید های عزیز و نازنین قصد داریم که انعکاس نور تعریف کنیم ما در جلسه قبل خدمت شما عزیزان گفتیم که اگر جسمی بخواد دیده شوه باید از سطح جسم نور به چشمان ما انعکاس پیدا کنه باستاب کنه پس انعکاس چی تعریف میکنیم؟ میگیم عملیه برگشت نور از سطح اجسام ما میگیم انعکاس نور حالا انکاس نور فایدهش چیه؟ فایدهش یه که باعث دیده شدن اجسام میشه پس عملیه برگشت نور از سطح اجسام ما میگیم چی؟ انکاس نور خب یک شکل هم رزب کنیم که بیشتر توضیح داده باشیم فرض کنید که ما اینجا یک منبع نور داریم حالا منبع نور ما فرض میکنیم که یک گروپ هست گروپ در سرکت ها که بررسی میکنیم گفتیم که یا در سنف بعد شما یاد میگیرین سمبولش به این صورته یه نشاندنده یک گروپه خب این گروپ مثلا روشن شده پرتوهای نور از این گروپ چی؟ خارج میشه دیگه فرض کنید اینجا ما یک جسم داریم یک جسم داریم پرتوهای نور وقتی که از این جسم نورانی ما حالا یا گروپه یا شمع روشنه یا آفتاب هر چیزی یک منبع نوره دیگه این منبع نور وقتی پرتوهای نور ازش خارج میشه و به سطح جسم برخورد میکنه فرض کنید که ما اینجا قرار داریم دیگه این ای چشمان ما های دیگه خب وقتی پرتوهای نور از این منبع نورانی خارج میشه به سطح جسم برخورد میکنه از سطح جسم برمیگرده به سمت چشمان ما و این باعث میشه که ما ای جسم ببینیم به این عملی ما میگیم انعکاس نور سعی شد پس شما تعریف انکاس نور یاد گرفتید حالا که تانستیم انکاس نور یاد بگیریم با تعریفش آشنا بشیم یک سوال از شما پرسان میکنم با همدیگه جواب بدیم میگه محتاب یک جسمی غیر نورانی این همه ما میدانیم اما چرا پس در شب روشن دیده میشه؟ علتش چیه؟ سایس؟ خب که خودش جسم نورانی نیه ما در طبقه بندی اجسام گفتیم اجسام یا نورانی یا غیر نورانی حالا محتاب که غیر نورانی پس چرا در شب به صورت روشن دیده میشه علتش چیه با توجه به انعکاس میخوام که سوال شما جواب بگین آفرین بر شما خوب فهمیدید دیگه ما میگیم در شب پرتوهای که از طرف آفتاب به سطح محتاب برخورد میکنه به سطح زمین انعکاس پیدا میکنه سیسته وقتی که به سطح زمین انعکاس پیدا میکنه باعث میشه که سطح محتاب روشن دیده شود خب باز هم به شکلش توجه کنید که بیشتر در ذهنتان تصویر سازی شود خب نگاه کنید فرض کنید که اینجا آفتاب قرار داره سه سه؟ ما میگیم اینجا آفتابه اینجا ماه قرار داره وقتی که شب میشه ای پرتوهایی که از سطح آفتاب خارج میشه آفتاب جسم نورانیه دیگه از خودش نور داره خب وقتی که پرتوهایی که از سطح آفتاب خارج میشه به محتاب برخورد میکنه ماه یا محتاب اینجا هم زمین قرار داره دیگه است؟ خب این پرتوها از سطح ماه یا محتاب انعکاس پیدا میکنن به سطح زمین پس چی میشه؟ باعث میشه که ما سطح محتاب به صورت روشن ببینیم پس این میشه علت این پدیده طبیعی شاگیده عزیز حالا که انعکاس یاد گرفتیم انعکاس میتونیم تقسیم بندی کنیم بعد دو دسته میگیم که انعکاس یا انعکاس منظمه یا انکاس انکاس غیر منظمه سعی شد پس به دسته تقسیم کردیم حالا انکاس منظم چی هستن میگه ما اگه یک صفحه ای داشته باشیم که سیقل داده شده باشه مثل سطح یک آینه دیگه حالا این سطح سیقل داده شده هم هموار باشه مثل سطح آینه دیدین سطحش همواره دیگه او پرتوها یا اشعه های نور که به صورت موازی به این صفحه وارد میشه موازی هم برمیگردن صحیح پس باعث میشه که انعکاس ما یک انعکاس منظم باشه باز هم توجه کنید تا تو شکلش رسم کنیم فرض کنید یک سطح صاف داریم این سطح مایه سعی قلداده شده هموار هم هسته سعی شد حالا پرتوهای نور اشعه های نور که وارد این صفحه میشه به صورت موازی به این صورت این پرتوهای وارده ای دیگه یا اشعه های وارده خوب خب چون سطح ما هموار و صاف است این اشعه که به صورت موازی وارد شده به صورت موازی هم بر می گردن به این صورت میشه شما میبینید که به صورت موازی وارد شدن به صورت موازی هم خارج شدن پس ما میگیم اینجا انعکاسی که اتفاق افتاده از نوع انعکاس منظم هسته اما در مقابل انعکاس منظم انعکاس غیر منظم قرار داره اگر صفحه ما یک صفحه سیقل داده شده باشه چرا سیقل داده شده باشه چون بیتونه که نور انعکاس بده دیگه ولی هموار نباشه پستی بلندی داشته باشه عشقه که موازی به سطح وارد میشن دیگه موازی بر نمیگردن به صورت نامنظم برمیگردن میگیم اینجا انعکاسی که اتفاق میفته از نوع انعکاس غیر منظمه پس ما انعکاس به دو دسته تقسیم کردیم انعکاس منظم و انعکاس غیر منظم خب شاگردای عزیز لازمه که ما با چند تا اصطلاح آشنا شویم اصطلاحات خیلی مهمه حتما اینا یاد بگیرین در سنفای بعدی از این اصطلاحات ما استفاده میکنیم در محاسبات از این اصطلاحات استفاده میکنیم پس خوب یاد بگیرید که وقتی ما میگیم شعای وارده شعای منکسه زاویه وارده زاویه منکسه اینا چی هستن دیگه شما تعریف ها رو از همین سنف با یاد داشته باشید خب اولین چیزی که باید بدانیم در رابطه با شعای وارده هم. میگیم شعای نور وارد شده بر سطح ما میگیم شعای وارده شکلش رسم کنیم فرض کنید که ما اینجا یک جسم داریم این جسم مایه حالا هر جسمی خب میگیم که شعای وارده یا اشعه وارده چیه؟ او اینجا یک منبع نور داشته باشیم منبع نور خب از این منبع نور اشعه وارد خارج میشه دیگه خب یه شعایی که خارج میشه و به سطح جسم وارد میشه ما به اینا میگیم شعهای وارده پس شعاع نور وارد شده بر سطح اجسام ما میگیم چی شعای وارده این میشه شعه وارده صحیح شد پس یاد گرفتیم در مقابل شعای وارده از شعای منعکسه قرار داره میگیم به شعای نور برگشته از سطح اجسام ما میگیم شعای منعکسه باز هم به تخت سیاه نگاه کنید تا ادامه شکل رسم کنیم خب این که از منبع نور خارج شد به سطح جسم وارد شد شد شعای وارده حالا این جسم ما یک جسمیه که نور انعکاس میده دیگه سعیسته سعی وقتی که نور انعکاس میده این پرتو نور یا اشعه نور که وارد شد از سطح جسم بر میگرده سعیسته سعی این اشعه نور که از سطح جسم برگشته ما باید میگیم شعای منعکسه شعای منعکسه سعی شد پس هم شما یاد گرفتید اما دو تا زاویه مهم داریم این زاویه خیلی مهمه یک زاویه وارده اینا در کتاب شما فقط به صورت یک شکل آورده توضیح نداده دیگه این ما توضیح میدونم به شما زاویه وارده چیه؟ میگه به زاویه که بین شعاع وارده و خط نارمل سطح وجود داره میگیم زاویه وارده خب خط نارمل سطح چیه؟ این روی شکل نشان بدیم خب شاید عزیز ما سطح جسم در نظر میگیریم یک خط عمود فرضی رو روی سطح جسم در نظر این خط عمود یک خط عمودی که به صورت فرضی است دیگه صحیح خب این خط عمود فرضی که بر سطح وارد شده ما به این میگیم چی خط نرمال سطح پس خط نرمال سطح خطیه که یک خط فرضیه که به سطح وارد شده حالا چی میگه؟ میگه زاویه وارده چی میشه؟ به زاویه بین شعای وارده و خط نارمل سطح خب شعای وارده ای ما ایه دیگه خط نارمل سطح هم ایه دیگه پس زاویه اینجا ما داریم به نام زاویه آی که به این زاویه آی ما میگیم زاویه وارده سعی شد؟ خب در مقابل زاویه وارده زاویه منعکسه قرار داره زاویه منکسه زاویه ای که بین شعای منعکسه و خط نارمل سطح ایجاد میشه به این زاویه هم میگیم زاویه منکسه خب بیرم روی شک توضیح بدیم این شعا شوها گفتیم شعای منعکسه دیگه سیسته سا. یه هم خط نارمل سطح یک زاویه اینجا ایجاد میشه بین شعاعی منعکسه و خط نارمل سطح که این زاویه رو با آر نمایش میدیم میگیم این زاویه هم میشه زاویه منعکسه صحیح شد؟ پس چهار تا اصطلاح یاد گرفتیم یک شعای وارده دو شعای منعکسه سه زاویه وارده و چهار هم زاویه منعکسه پس ما با این چهار تا مفهوم آشنا شدیم اما میریم سراغ ادامه درس که قوانین انعکاس نوره. قوانین بسیار مهمی هست خیلی جاها از این قوانین ما استفاده می در فیزیک خب اولین قانون چی میگه؟ میگه اشعه وارده اشعه و خط عمود فرزی همه اینا در یک مستوی یا در یک صفحه واقع شدن شما روی شکل هم میبینید که همه اینها روی یک صفحه یعنی روی یک مستوی قرار گرفتن این میشه قانون اول اما قانون دوم که قانون بسیار مهمی است چی میگه؟ میگه زاویه وارده که با آی نمایش میدادیم و زاویه منعکسه که با آر نمایش میدادیم این دوتا با همدیگه برابرن شاگرد عزیز پس یه قانون یک قانون بسیار مهمه روی شکل می نویسیم تا خوب به خاطر داشته باشید شاگرد عزیز این شد زاویه وارده یه هم شد زاویه منعکسه قانون دوم در قوانین انعکاس نور چی میگه میگه زاویه وارده یعنی آی مساوی با زاویه منعکسه یعنی آر این خیلی مهمه در حل مسائل از این قانون ما خیلی استفاده خواهیم کرد خب یک سوال با هم دیگه حل میکنیم تا با مفهوم قوانین انعکاس بیشتر آشنا شویم سوال چی گفته؟ گفته زوایای مجهول را به دست آورید. خب این ها رو ما روی تخت سیار رسم می‌کنیم و با همدیگه زوایای مجهول پیدا می‌کنیم. خب اول شکل رسم کنیم. اگه به شکل نگاه کنید این اشعه چیه؟ اشعه وارده این ای خط هم که خط نارمل سطح دیگه زاویه ای که ایجاد شده بین اشعه وارده و خط نارمل سطح به ما داده 35 درجه از این بر چی زاویه خواسته؟ گفته زاویه A را به دست بیارید سهیسته؟ خب این به نظر شما به چه صورت میشه؟ زاویه آر میشه همون زاویه خارج شده دیگه خب ما طبق قوانین انعکاس نور خدمت شما عزیزان بیان کردیم دیگه گفتیم که زاویه وارده و زاویه منکسه با هم برابرن پس در نتیجه ای اگه ما با آر یک نمایش بدیم اینم با آر دو پس آر یک مساوی با آر دو هسته در نتیجه وقتی آر یک ما 35 درجه هست پس نتیجه هم میگیریم که آر دو هم برابر با 35 درجه هسته دیگه صحیح شد؟ خیلی راحت شکل دومم هم به همین صورته در شکل دوم این زاویه را به ما داده درجه این زاویه را به ما داده درجه وقتی این زاویه 60 درجه باشه مسلما اگه ما اشعه ای منعکس را کنیم به این صورت دیگه این زاویه را از ما خواسته خب میگم که وقتی این زاویه ای ما 60 درجه باشه زاویه ای منعکس از ما خواسته باشه در نتیجه میتونیم بگیم که اینجا همچون آر یک طبق قوانین انکاس نور با آر دو با همدیگه دیگه برابرند پس در نتیجه آر دو اینجا برابر با 60 درجه میشه دیگه سایستا شکل سوم به چه صورت شکل سوم هم رسم کنیم خب شکل سوم به این صورت گفته آی مساوی با صفر آ را برای ما پیدا کنیم خب شما میبینید که اشعه ای که وارد شده به صورت عمود وارد شده دیگه سعی سه, سه؟ اگه شما خط نرمال سطح هم همینجا رسم کنید خط نرمال سطح همینجا قرار میگیره دیگه پس میبینید که زاویه که بین این اشعه وارده و خط نرمال ایجاد شده زاویش صفر درجه دیگه مسلمه دیگه چون آی مساوی با صفره پس در نتیجه آر هم مساوی با چند تا صفره پس آی طبق قوانین انعکاس نور با آر برابره در نتیجه چون آی صفره آر هم برابر با صفر خواهد بود یک مسئله بسیار بسیار راحته فقط شما باید بدانید که زاویه وارده و زاویه منعکسه با همدیگر برابر هستن خب سوال بعدی رو ببینیم سوال یکم سختتر کنیم گفته که اشعه نور با زاویه 35 درجه نسبت به سطح افق بر سطح, بر سطح ما وارد میشه زاویه منعکسه را به دست آورید خوب به سوال دقت کن گفته اشعه نور با زاویه 35 درجه نسبت به سطح افق پس شکلش رسم کنیم ببینیم که این سوال چی از ما خواستن خب شاگرد عزیز برای حل سوال و دیگر سوالات فیزیک سعی کنید که حتما شکل رسم کنید که کار شما راحت تر شود در فهم مسئله به شما کمک میکنه بیشترین راه برای حل مسائل فیزیک اینه که شما مسئله رو بفهمید اگر مسئله رو فهمیدید براحتی میتونید حل کنید یکی از راهش اینه که شما مسئله رو ساده کنید به چه صورت شکل رسم کنید برای خودتان خب میگم که یک سطح رسم میکنیم به این صورت سعیسته؟ یک اشعه نور وارد این سطح ما شده خط نارمل سطح هم برای خودمان رسم میکنیم به این صورت تا اینجا کار انجام دادیم میریم مسئله رو خوب میخوانیم میگه اشعه نور با زاویه 35 درجه نسبت به سطح افق سطح افق این سطح دیگه سطح پس زاویه که که ما داده این زاویه است گفته این زاویه 35 درجه ای. چرا؟ چون نسبت به سطح افق به ما داده دیگه پس این زاویه رو به ما داده بعد گفته زاویه منعکسه را دریافت کنید خب اگه ما شعای منکسه را رسم کنیم به این صورت میشه شکل ما کامل شد حالا میگیم زاویه وارده ای زاویه میشد که با آی نمایش میدادیم و زاویه منعکسه هم ای زاویه میشد که با آر نمایش میدادیم طبق قوانین انعکاس نور این دو زاویه با هم برابره ما یکی اگه داشته باشیم دیگه هم همو قیمت به خودش میگیره اما ما هیچ نداریم ولی یک زاویه دیگه اینجا به ما داده 35 درجه نسبت به سطح افق خب بریم پیش خودمان میگیم این خطی که اینجا رسم کردیم خط فرضی ما خط نارمل سطح خط نارمل سطح هم خطیه که بر سطح عمود است دیگه پس این زاویه که اینجا ایجاد میشه بین خط نارمل سطح و سطح افق مسلما 90 درجه دیگه سعی چون عموده پس چی میتونیم بگیم میگیم که اگر ما زاویه آی با زاویه 35 درجه با هم دیگه جمع کنیم باید شوه 90 درجه چرا باید شوه 90 درجه چون این خط نرمال سطح عمود دیگه پس این میشه 90 درجه حالا از این رابطه میتونیم آی خودمون دریافت کنیم میگیم که آی از این رابطه برابر میشه با 90 منفی 35 دیگه چند میشه نواد اگه شما منفی سی کنید برابر با 6 میشه 5 تا هم کم میکنید برابر با 55 درجه شد این زاویه ای آی اما سوال چی گفته زاویه منعکسه رو پیدا کنید یعنی زاویه آر از ما خواسته. پس میگیم که طبق قوانین انعکاس نور میگیم که آی مساوی با زاویه آ ها پس آی که ما دریافت کردیم 5 درجه پس آر هم برابر با 5 درجه میشه این شد از حل این سوال پس شاگردای عزیز همیشه سوال به همین راحتی نیست که زاویه آ به ما بدن زاویه آ را بخون گاهی اوقات سوال یه خورده پیچیده تر فقط لازمی که شما یکم فکر کنید در رابطه با مسئله شکل برای خودتان رسم کنید تا بتونید که مسئله را به خوبی حل کنید گفته با توجه به شکل زاویه منعکسه چند درجه است؟ یه یعنی مشابه با سوال قبلیه اما اینجا برای ما شکل رسم کرده دیگه گزینه اول 45 دو 20 60 درجه و چهار هم 70 و 5 درجه خب این سوال هم با هم حل کنیم شکل با هم نگه رسم میکنیم یک بار یه خط نارمل سطح ماهی هم که سطح ما هست اشعه وارده رو اینجا برای ما رسم کرده زاویه بین اشعه وارده و سطح افق داده 70 درجه سعیسته؟ این زاویه آی یا زاویه وارده میشه اینجا هم زاویه آر یا زاویه منکسه میشه خب چی از ما خواسته؟ زاویه منکسه رو خواسته چیکار میکنیم طبق سوال قبلی؟ میگیم که این خط نارمل سطح خط که عمود بر صفحه ها. پس این زاویه که اینجا ایجاد میشه 90 درجه هست. پس میگیم که اگر هفتاده ما با زاویه آی جمع کنیم باید شبه 90 درجه از اینجا میتونیم آی استخراج کنیم میگیم که آی برابر میشه با 90 منفی هفتاد که برابر با 20 درجه شد این شد زاویه وارده طبق قوانین نکاس نور زاویه وارده و زاویه منکسه با هم برابرن پس میتونیم بگیم که آی برابر با آر پس در نتیجه چون آی ما 20 درجه شد پس آر یا زاویه منعکس هم برابر با 20 درجه خواهد شد پس کدام گزینه شد گزینه دوم پاسخ صحیح این سوال ما بود سوال بعدی رو با هم ببینیم این سوال به عنوان کار خانگی و شما عزیزان میسپاریم حتما این سوال حل کنید و به شماره 2964 780 255 40 برای ما روان کنید تا ما پاسخ های شما عزیزان بررسی کنیم سوال ایه اگر شعاع وارده به صورت عمود بر سطح برخورد کند زاویه منعکس چند درجه است گزینه اول 45 دو 90 سه صفر درجه و گزینه چهارم هم 180 درجه پس اگر شعاع وارده به صورت عمود باشه زاویه منعکس چند درجه خواهد بود این سوال برای ما حل کنید و برای ما ارسال کنید خب شاید عزیز و نازنین درس امروز ما هم خلاص شد ما در رابطه با انعکاس نور و قوانین انعکاس نور با شما عزیزان صحبت کردیم در جل درس جلسه آینده قصد داریم که وارد مبحث آینه ها شویم که یک مبحث بسیار جالب و مهم در فیزیک هستند از شما تقاضا میکنم که درس امروز و خوبی مرور کنید تا در درس جلسه بعد دچار مشکل نشیم خب تا درس جلسه بعد همه شما عزیزان به الله پاک میسپاریم موفق و پیروز و سربلند باشید